سلام خدمت ورزشکاران محترم، خوشحالم که یک جلسه تمرینی دیگه در خدمتتون هستیم. این جلسه رو در خدمت آقای تفتون هستیم، از قهرمانان ارزنده دومدانی و از المپیانای ما که در واقع برای بار دوم کسب سهمیه کردن و فرصت حضور در المپیک توکیو 2020 هم انشاءالله خواهند داشت. ما امروز سعی کردیم که یک سری از تمریناتی که تقریبا ویژه هستن برای دو سرعت رو در واقع در نظر گرفتیم، برای ورزشکارانی که میخوان در واقع هم سرعت دویدنشون بهتر بشه، هم برای ورزشکارانی که در واقع به صورت اختصاصی دو سرعت کار میکنن. ما به دلیل اینکه زمان زیادی برای در واقع این برنامه نداشتیم، آقای تفتیان قبلش یه گرم کردن در واقع مناسبی رو به مدت 15 دقیقه انجام دادم و یه سری حرکت‌های در واقع کشش‌های اختصاصی همسترینگ و لگن رو انجام می‌دیم و مالتی لگن، بعد شروع می‌کنیم به حرکت‌های با وزن و انفجاری که در واقع امروز در نظر گرفتیم. من از آقای تفتیان می‌خوام که در واقع اگه صحبتی دارم بفرمایید، بعد می‌کنم. به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. خب همینطور که می‌بینید ما توی کمپ تمرینات مجازی هستیم. به دلیل شیوع کرونا المپیک یک سال عقب افتاد و تقریبا میشه گفت که مسابقات و تمرینات در واقع روزها به تعطیلی کشیده شده. اما یک کار جدید و نوینی که کمیته ملی المپیک انجام داد، ارسال بسته‌هایی برای المپیان‌ها و همینطور برگزاری کمپ‌های تمرینی مجازی که خب هم ورزشکارای ملی پوش، هم ورزشکارای معمولی و هم مردمی که توی خونه هستن میتونن استفاده کنن. این لایو هم از پیج من داره پخش میشه و هم از پیج کمیته ملی المپیک. امروز در خدمت آقای چراغی هستیم که بنده یه مدتی هم افتخار شاگردی ایشون رو داشتم. یکی از مربیان بسیار با دانش و به روز کشورمون هستن که خب امروز هم یه سری تمریناتی رو برای شما انجام میدید. خیلیاتون برای من گفته بودید که از تمرینات لایو بذار، یه سری حرکاتی رو معرفی کن برای دوهای سرعت. خب امروز اون روزیه که شماها مخصوصا دونده های سرعت، دونده ها و کمه کسایی که ورزش حرفه‌ای رو دنبال میکنن میتونن یه سری چیزای خیلی خوب از آقای چراغی یاد بگیرن. بنده هم به عنوان ورزشکار این حرکات اجرا میکنم، امیدوارم که به دردتون بخوره. پس بریم لایو خوبی رو با هم داشته باشیم. مرسی از شما. خب حرکت اول ما با کشش هم‌استرینگ شروع می‌کنیم. حرکت اکستندر هست که یه با در واقع زاویه وان تا 90 درجه در واقع پشت ران میگیریم و باز میکنیم. تکرار این حرکت بین 10 تا 12 تا تکرار به مدت 2 تا 3 ست میتونه انجام بشه و این حرکت رو میتونید هر جلسه تمرینی انجام بدید. کشش خوبیه برای در واقع عضلات همسترینگ و میتونه باعث در واقع کاهش آسیبای همسترینگ بشه. بسیار عالی. یه ست دیگه هم انجام بدیم. سعی کنیم با فشار در واقع زانو رو باز بکنید. عضلات همسترینگ کشیده میشن و کمک میکنه به گرم شدن و همچنین در واقع کاهش احتمال آسیب. البته این دوتر رو اضافه کنم آقای پیرو، با توجه به تجربه ای که توی ترجمات دارم، قبل از دارم سرعت رو چون اینو به صورت برنامه تر یا وقتی که در کنم به حالت انفجاری تر انجام بدن که بسیار خوب. حرکت بعد حرکت در واقع دایوینگ که یه مقدار زمان خودش 10 تا 20 درجه کم میشه، پای عقب در واقع 90 درجه و شما به سمت جلو میرید. این کار باعث میشه که زمانی که شما مثلا انجام بدید هر کار بین 6 تا تکرار مثل زمانی پای عقب 90 درجه و لگن به سمت عقب بدید، پای جلو زاویهش تغییر نمی کنه 10 تا 20 درجه مرسی با کنترل. این نوع از در واقع کشش های در واقع اسکرینگ بهش میگن.
کمک میکنه که در این حال که عضله همسترینگ در واقع کنترل میکنه حرکت و انقباض بلند شونده یا اکسنتریک داره، به طولش هم اضافه میشه که یکی از حرکت های خوبه که در نهایت به افزایش طول فاسیکول یا فاشیا اضافه میکنه که خودش از آسیب دوری میکنه. این حرکت میتونید یک روز در میان انجام بدید و دو تا سه سه تکرار 6 تا 8 تا باید سعی کنید فشار رو بندازید رو عضلات همسترینگ. مرسی. ممنونم. حرکت خوب دیگه به دلیل که وقت کم داریم ما فقط حرکت ها نشون میدیم بعضی از حرکت رو و شما میتونید دو تا سه سه در خونه انجام بدید. حرکت بعد ما حرکت در واقع زانو زدن و باز کردن زانوی پای جلو، کشش عضلات همسترینگ. شما میتونید از یک عصایی استفاده بکنید یا یک صندلی برای حفظ تعادل و فشار بیشتر. میتونید جای این صندلی دستگیره یا هر چیزی باشه خوبه. سعی کنید که بعد از اینکه گرمتر شدید دامنه حرکت رو بیشتر بکنید. این هم جزء یکی از تمرینات در واقع خوب همسترینگ محسوب میشه، اما جزء حرکت های کششی محسوب میشه. همونطور که از اون انقباض اکسنتریک داره و کنترل داره میکنه لگن و وضعیت تنه رو و باز شدن زانو رو، در واقع باز هم میشه به طولش اضافه میشه که جزء یکی از گرم کردن های خیلی خوب برای دوندگان سرعت هست. دیده شده این سری از حرکت ها در واقع میتونه نرخ آسیب رو کاهش بده نسبت به حرکت های همسترینگ معمول تر. مرسی. حرکت بعد حرکت گلایدینگ هست که این حالا در واقع نیاز به یک ساپورت قوی داره. شما پای در واقع پایی که قرار کشش گرفته بشه ازش جلو قرار میدین و کف پا رو زمین چسبیده، زاویه زانو 10 تا 20 درجه، پای عقب در واقع به سمت عقب میاد. پای برگشت باید از یک دستگیره در واقع استفاده بشه کمک گرفته بشه. زاویه زانو تغییر نمیکنه و خود این حرکت دوباره به عنوان یکی از حرکت لمسینگ یا بلند شونده همسترینگ میتونه کمک کنه. زاویه زانو پای جلو تغییر نکنه، فیکس نمی خیلی حال بگیره همون 10 تا 20 درجه بشه. مرسی. آروم قابل عالی روه خیلی خوب. زاویه زانو پای جلو فیکس شده و تکرار این حرکت ها همون 6 تا 8 تا تکرار هست میتونی انجام بدیم و این حرکت هم میتونه به صورت یک روز زمین این حرکت رو در واقع تمریناتتون داشته باشید. و زاویه پای جلو الان همسترینگ پای جلو در واقع داره کشیده میشه. دوستان توجه بکنید همسترینگ پای جلو. بسیار عالی. مرسی. حرکت بعد ما از کشش عضلات همسترینگ در واقع تموم میشه اینجا برای ما و مختصر مفید این کار انجام میدیم. میرسیم به گرم کردن در واقع عضلات لگن که این حرکت در واقع فراگ پوزیشن یا حرکت در واقع قورباغه‌ای به این صورت که لگن باز میشه و پنجه‌های پا به سمت بیرون لگن هست، بیرون زانو باید باشه و به سمت جلو عقب در واقع لگن رو شیفت میدیم. همین باعث باز شدن ادکتور نایه که کشاله میشه. من یه نکته یه آمه اضافه کنم چون خیلی از درنجامی سرعت همیشه با آسیب همسترینگ، یعنی شاید بگم 90% 95% آسیبای دوهای سرعت همسترینگ بودن و شاید توی خیلی عرشتهای ورزشی دیگه این آسیب همسترینگ براشون پیش بیاد و یه مدت زمان زیادی رو از مسابقه و از تمرینات دورشون کنه. این تمرینی که امروز آقای چراغی گفت یه تمرینات بسیار عالیه. یک، برای پیشگیری از آسیب دیدگی. دو، برای تقویت عضلاتتون که توی کارهای ورزشیتون خیلی موثره.
و از اون طرف هم اگه خدایی نکرده آسیب دیدید شما، مطمئنن توی بازتوانی و توی برگشتن و ریکاوری با حالت اولیه و حالت مسابقه خیلی میتونه بهتون کمک کنه. یعنی من خودم فکر میکنم تقریبا یک سال و خورده پیش بود که آسیب کشیدگی همسترینگ داشتم، با یک دوره تمرینی همین حرکات تونستم خیلی خوب برگردم و خب به مسابقات ادامه دادم. شما هم میتونید استفاده کنید. خب این حرکت موبیلیتی لگن اصلا با آب بتونم از اونجایی هم که توی دوی سرعت خب خیلی روی ناحیه لگن شما باید تمرکز داشته باشید و اگه دیده باشید اکثر دونده ها یا بهتر بگم اکثر ورزشکارهای حرفه‌ای خیلی در واقع کور قوی دارن، این تیکه میانی بدنشون خیلی قویه، خب پس شما باید خوب این ناحیه رو گرم کنید چون خیلی روی عملکرد ورزشیتون تأثیر داره و این سری حرکاتی که الان آقا میگن خیلی خیلی موثره توی عملکرد و توی تمرین. مرسی. ما همین حرکت رو یک بار از این زاویه در واقع جانبی هم نشون بدیم که شما ورزشکارا بتونن بهتر ببینن. مرسی. لگن شیر میمونه به سمت جلو و اول هم سعی کنید به پاشنه ها نزدیک بشه که در واقع کشش خوبی رو احساس کنید. بسیار عالی. ما اینجا حرکت های در واقع کششی تخصصی موبیلیتی در واقع تمام میشه. یک شروع میکنیم به انجام حرکت های در واقع قدرتی و انفجاری که باید انجام بدیم. قبل از هر چیز یک جمع کردن بالاتنه خواهیم داشت خیلی مختصر به دلیل اینکه ما حرکت بالاتنه انفجاری داریم و نمیتونیم ازش کافی بشیم. از کشهای مینیمن استفاده کنید، یه باز کردن و پرس به سمت بالا یکی از حرکات های خیلی ساده و کمک میکنه به الگوهای دور موج باشه. یه خود باز کردن دیگه داشتن در واقع عضلات چرخش خارجی درگیر میشن و پرس به سمت بالای سر از همینجا به سمت بالا کامل میرسید. برای اولگوهای حرکتی که پرتاب به سمت بالا بره و اوورهد هست میتونیم کمک کنیم. ما امروز حرکت اسنچ رو داریم که قرار اجراتون و باید قدرات ما بیدید گرم شد. مرسی. اولین حرکتی که انجام میدیم حرکت گود مورنینگ یا سلام ژاپنی به اصطلاح با کش پالایوند هست. این حرکت رو انتخاب کردیم که ناحیه زنجیره پشتی یا پوستریور چین ما قشنگ گرم میشه، عضلاتی که قراره به حرکت انفجاری ما کمک بکنن قشنگ درگیر میشه و گرم میشه. مرسی. شش تکرار کفایت میکنه. کش میتونه از این قوی تر بشه و هدف هم گرم کردن هم تقویت عضلاته. مرسی. یه استراحت. این حرکت رو نمای جانبی نشون میدیم، فقط توجه بکنید که الگوی این حرکت حرکت هیپ هینج هست، یعنی به این صورت که زاویه زانو 10 تا 20 درجه خمیدگی داره و بعد لگن به سمت عقب میره، عضلات همسترینگ قشنگ کشیده میشن و گلوتئوس و خیره ها و حرکت و شما شروع میکنید در واقع پایین تنها رو به باز کردن و اکستنشن داشتن که همین الگوی حرکتی برای دوای صورت برای در واقع حلش ها و بسیار در واقع کمک میکنه. مرسی. زانو خم میشه و لگن به سمت عقب میره، لگن قشنگ شیفت میکنه به سمت عقب. باید کشش رو در عضلات همسترینگ خودتون قشنگ احساس بکنید. مرسی. این حرکت میتونه بین تکرارهای بین 6 تا 8 تا انجام بشه و میتونه در واقع اگر بسته به فصل آمادگیتون تکرار بالاتر میتونید انجام بدید و کشهای قوی تر میتونید استفاده بدید. حرکت بعد حرکت اسنچ دمبل به صورت ریچی.
پوزیشن در واقع یه خورده حالت هنگ اسنچ رو بگیریم. مرسی. خوبه، از نهای جانبی هم مثلا آنشون بده. هر دست با هم دست که اون دست رو کامل کنیم. هر دست بده 4 تا 6 تا تکرار میتونه داشته باشه. بعد دست رو عوض بکنیم. خوبه، سرعت خود رو بردن میتونه بیشتر باشه. الان که هوای گرمی میخواد سریع به زمین بچسبه. مرسی. یه نفس، دست رو عوض میکنیم. حرکت هایی هستن که زربان ها رو بالا میبرن برای انفجار خیلی مناسبن و از طرف کویکنس پا رو در واقع زیاد میکنن برای در واقع جا به جایی و مخصوصا موقع اصار و حرکتی هست که کل بدن درگیره، هم بالا تنه هم پایین تنه. مرسی. سعی کنید توی حرکت خیلی حالت پرش نداشته باشیم و سریع در واقع وزن رو کش بکنیم و زیرش بشینیم. مرسی. پاس سریع‌تر به زمین بچسبه. خوبه، خیلی عالی. خوبه، یه استراحت. دقت بکنید حرکتی که انفجاری هست به این شکل در واقع نیاز به این داری که شما استراحت کنید، صحتتون بین 2 تا 3 دقیقه حداقل باشه، بدن رفرش بشه و ورزشگاه ریکاوری بشه و بتونه حرکت رو با کیفیت بالا انجام بده، چون بسیار مهمه که این حرکت رو با کیفیت و سرعت بالا انجام بشه، چون فشاری که به سیستم عصبی از اونانی میاد بالا هستش. من فقط اینو بگم که خود آمهدی این حرکت رو بهتر از من انجام میده. خب ما یه ست دیگه بریم رو فقط هر دست رو تکرار بیشتر نکنیم، یعنی 3 تا راست 3 تا چپ و فقط پا رو سریع بشه، سرعت پا این سری مرسی گرم کنی بیشتر سریع بشه از بزن. آره سه بایی پا بیاد مشکل نه. خب باید سریع بزنی بشه که به وقتی که پا به زمین تمام پیدا میکنه دست هم بالا هست، یعنی دوتا همزمانی بعد فیکس، همین باعث میشه کره بدن ورزشکار یعنی کرش هم قوی بشه و استیفنس خوبی پیدا کنه. ممنون. دمبل از داخل بیاد. حالی خیلی خوب استراحت کنید. حرکت خوب دیگه که براتون در نظر گرفتیم یه حرکتی هست که باز هم کل بدن درگیره، یه حرکت توانی خیلی خوبه که با دمبل اجرا میکنیم و شما اگر در خونه میخواید اجرا کنید نیاز به یک در واقع صندلی یا یه در واقع موب، یه جایی که در واقع بتونید پاتون رو روش قرار بدید. ما از اینجا از این سافت باکس ها استفاده میکنیم و من حرکت رو نشون میدم. حرکت به صورت در واقع لیفت رومانیاییه، قسمت پاش ولی در واقع هنگ چنین محسوب میشه و شما در این زاویه این حرکت رو در واقع انجام میدید. زانو هم با پایین و یه حرکت انفجاری خوب که بالا خانه درگیری، یه حرکت اختصاصی خیلی خوبه برای انتقال نیرو. زانوی پای جلوی مدار خم و پای عقب سریع یه درایو داشته باشه، نی درایو خوب مثل همون چیزی که دوندگان سرعت در واقع موقعی گام زدن ها بهش نیاز دارن، حتی موقعی استارت به فلکشن سریع نیاز دارن. خیلی نیازی نیست پایین بیاییم، همین زاویه کفایت میکنه. زاویه کم. مرسی. یه استراحت. حرکت ها به دلیل که هم باید با پای راست و هم با پای چپ یا دست راست و دست چپ مثل حرکت اسنچ قبل انجام بشه، یه مقدار در واقع فشارش بالا هست، در واقع رو بالا میبره و ممکنه عامل خستگی در واقع باعث بشه که شما کیفیت حرکتتون پایین بیاد. من همین دلیل باید
استراتومون مناسب باشه انتخاب بکنیم که هوا کیفیت حرکت کاهش پیدا نکنه، به دلیل اینکه ماهیت ورزش‌های سرعتی در واقع و توانی این هست که شما حرکت با بالاترین کیفیت انجام بدید و اینکه حرکت‌های سابمایسیوال و زیر میشینه خیلی نمیتونه کمک کننده باشه و هرچقدر شما سرعت‌تر باشید و رفرش‌تر باشید علاوه بر سیستم عصبی این کیفیت حرکت در واقع افزایش پیدا می‌کنه و بهتر. این واقعا یه نقطه کلیدی اومد که شاید خیلی از ورزشکارهایی که توی حال حاضر سرعت فعالیت میکنن باید بیشتر بهش توجه کنن که استراحت واقعا بخشی از خود تمرین، یعنی شما وقتی مخصوصا حرکات انفجاری مثل این که با تکرارهای کم سرعت بشینه یا حتی تمرینات قدرتی که خب بالا تکرارهای کم و وزنهای خیلی سنگین انجام بشه، مهمترین نکته بعد از انجام دادن اون حرکت اینه که شما استراحت کافی داشته باشید که عضلاتتون بتونه ریکاوری کنه و دوباره بتونید به بهترین و بالاترین کیفیت و حرکت رو اجرا کنید. پس این نکته رو خیلی رعایت بسیار. سه تکرار، هر تا سه تکرار. یه نکته من قبل از اینکه شروع کنم می‌بخشید زیاد خواب پایین نیار و زیاد کمرتون پایین نیار، همین زاویه با و انفجاری مرسی قشنگ خواب پرتاب میشه برخورد میکنه خالی مرسی دنبال قشنگ میتونه بشونه با قرار میده ممنون استراحت کنید. حرکت بعدی که در واقع براتون انتخاب کردیم حرکت کیک استند هست، حالت یه پا جلو یه پا عقب و زاویه زانو بین در واقع همون 10 تا 20 درجه خم شدن هست و فشار دمبل در دست ما هست و قرار پرش انجام بدیم. دقت بکنید این حرکت به این صورت معمولا وقتی قرار این حرکت انجام میشه بهش میگن در واقع لیفت رومانیایی در واقع کیک استند، حالتی که یه پا جلوی پا عقبه یا استگرد. این حالت وقتی شما قرار میگیرید میتونه دو تا حالت باشه، میتونه در واقع فشار رو یه پاشنه بندازید، فشار رو پاشنه باشه و لگن عقب بره، میتونید خودتون در واقع تنظیم کنید که فشار از قسمت در واقع میت فود میانه پا و به سمت فور فود یا قسمت جلو باشه، این قسمت فشار رو در واقع فشار بیاریم پخش بکنید. علتش همین است، یعنی که ما در دعای سرعت کمتر، یعنی مثلا اتفاق میفته که شما پاشنهاتون با زمین یعنی تماس داشته باشه و از طریق پاشنه امان نیرو بکنید. پس خودتون در این حرکت پای عقب در واقع فقط برای نیاز استبیلیتی و حفظ تعادل هست و فشار رو پای جلو هست و در این حالت انقباض فقط کانسنتریک ثابت و پرش انفجاری. یک از حرکت های خیلی خوب هست برای استارت ها که میتونیم ازش استفاده کنیم. خوبه فقط یه نکته، پای جلو یه مقدار همه و لگن به سمت عقب میره، همین خیلی روی پا نمیشیم، حالت اسکات نداره. مرسی. خوبه استراحت هم خود عوض کنیم. فشار همینطور که استراحت میکنم من یه توضیح میدم، مثلا باید فشار روی این ناحیه باشه، تقسیم بکنیم فشار اینجا بندازیم و پای عقب روی پنجه فقط برای اینکه در واقع تعادل رو حفظ بکنه. تاکید ما رو پای جلو هست و یک مقدار در واقع زاویه زانوی مقدار خم با سمت عقب و پرش رو انجام بده از حالت کانسنتری. یه خورده پای مکس مرسی از پیش کشش استفاده هست همونجا آره فیکس فقط باز شدن مرسی. یه تکرار کلیه خوبه استراحت حرکت ها فشارش واقعا بالاست و حسن شده حسابی خوب داره اجرا میکنه. آقا مهدی من یه خواهشی از شما دارم و همینطور از همه کسایی که دارن لایو ما رو میبینن تو چه پیج خودم و همینطور پیج کمیته، همه نظراتی که دوستان دارن برای این سری از تمریناتِ ما
من شما خواهش میکنم که حالا اگه پرسیدن هم توی لایف و هم بیرون از لایف شما جوابشون رو بدید و این هم کمکی باشه که ما بتونیم به دوستان بدیم. چه شما چه بنده اگه هر سوالی توی این لایف داشتید یا این ویدیو رو دیدید بعدا ما حتما به نظرات شما پاسخ میدیم. چشم. خب ما یه سن دیگه بریم هر سه تا سوال و چون قرار شده ما تمرین بکنیم و در واقع نمیخوام فقط هر کدوم نشون بدیم بریم یک روز جلسه تمرینی هم هست مثل زانو پای عقب رو انداختن باسن عقب خوبه و قبل از پرش یه حرکت اضافی نشون فیکس و فقط رو بالا مثل یه انقباض کانسنتری که خوب همون چیزی است که در واقع موقع استارت اتفاق می کشه شما در زمانی که باید استارت می زنید در واقع هیچ پیشکشش یا از استرس شورتینگ سایکل استفاده نمی کنید مرسی استراحت حرکت خوب دیگه که می خواهیم براتون اجرا بکنیم حرکت یه حرکت تخصصی هست برای عضلات همسری میشه در خونه اجرا کرد دو تا موبل رو باید در واقع روی هم قرار بدیم یا دو تا صندلی رو یا دو تا سکو رو که حالا ما اینجا حرکت رو اجرا میکنیم تا موقعی که آقای چراغی وسایل تمرین رو آماده میکنه ازتون خواهش میکنم که ماسک بزنید یعنی من همین الان که با اینکه این مجموعه تعطیله یعنی هیچ کسی رفت آمد نمیکنه و امروز فقط به خاطر این تمرین لایو ما اومدیم اینجا از ماشین تا سالن تمرین که خواستم بیام حواسم نبود ماسکمو بر نداشتم ممنونم از بچهای حراست که گفتن توصیه کردن یادآوری کردن که باید حتما ماسک داشته باشیم و ما حتی قبل از اینکه لایو استارت بخوره ماسک داشتیم و مخصوصا آقا مهدی که من میبینم همیشه رعایت میکنه به عنوان یک کسی که خب به هر حال مربیه و الگوه برای خیلی از ورزشکارا خواهش میکنم ماسک بزنید همه با هم باید کمک کنیم به فکر خودمون و عزیزانمون باشه که انشالله برای هممون سلامتی باشه و هیچ اتفاق بدی نیفته مرسی از این خوبه حالت پلانک میگیریم ولی پلانکی که به پشت خواهد میدیم فقط نیاز به این هست که یه طرف فیکس باشه خوبه زاویه زارو اول حسن رو باقون حالا فرمزان کنه که بتونم ببینن زاویه زارو دوباره 10 تا 20 درجه خم شدن داره در این حالت که پا باز سره هنسین درگیریش بیشتره در این ماهیه و این نوع این باز هم آیزومتریک باشه ایستا باشه هم میتونه به صورت در واقع حالت با فلکشن پا همراه باشه مرسی خوبه و حالا من شما خواهش میکنم که پا رو پایین نذاریم رس نکنه و همراه با در واقع نی که زانو که بالا میداریم پای در واقع تکیم اکستنشن باشیم این همون اتفاقی هست که زمانی که در حالت استانس دو سرعت اتفاق میفته و یک حرکت اختصاصی استراحت میکنیم و حرکت رو دوباره انجام میدیم این حرکت رو میتونید با وزن انجام میدیم یعنی با اضافه بار روی لگن قرار بگیره و حرکت رو انجام میدیم آقا بهتی من خیلی سال پیشا یه کتاب خونده بودم که میگفت برای ورزش کردن حرفه‌ای یک متر مربع مکان کافیه و این همیشه توی ذهن من بود که آیا مثلا این اتفاق چطور میتونه امکان پذیر باشه یا اصلا چرا باید همچین چیزی ولی کرونا این اتفاق برای خیلی از ماها شاید رقم زد مخصوصا توی دورانی که قرنطینه خونگی بودیم یا همین الانی که خب برای رفت آمد باید کمتر باشه میبینید که ما الان شاید توی دو متر مربع جا کلی تمرینات خفن و حرفه‌ای انجام دادیم که خب میبینید دیگه من هم عرف کردم و هم نفس مرسی یک ست دیگه انجام بدیم هر بار 5 تا تکرار کفایت میکنه فقط اول کن از اون رو باید شروع کنیم چون این کار رو باید تمرین کنیم فقط من یه ریزه کنیم مختلف بگم ببینید این زاویه در واقع تنه ما و لگن ما هست این زاویه زانو زمانی که
زانو به سمت بالا میاد، این ها از حالت خمیدگی باز میشه و اکستنشن داره، همون چیزی که در حال انتقال در گام زدن و انتقال نیرو در روی سرعت اتفاق میفته. مرسی. خوبه؟ یک استراحت، یک ورژن دیگه که میتونید در واقع اضافه بکنید و فقط من همینجا اثر حسن آقا خواهش میکنم که ما نشون بده، همین حرکت و در واقع جدا شدن پای تکیه هست که انقباض اکسنتریک بعدی رو میتونه بگیم. من فقط میخوام با یک بار سه تا چهار تکرار رو به ما نشون بدم، همون حالا هم حالت انجام بدید، فقط پای که روی زمینه با این نیدرای بیکی میزنید از قرار توشک جدا میشه. من دارم. مرسی. فقط یه حرکت فوق‌العاده شدیدیه، سنگینیه برای همسین و فوق‌العاده عالیه. حرکت های پیشرفته هستش. ما اینجا قرار نیست حرکت کامل انجام بدیم، ولی نیاز به انقباض اکسنتریک شدید همسترینگ داره، همون چیزی که در واقع میتونه کمک کنه از آسیب همسترینگ جلوگیری کنه. پس زمانی که تمرینات مقدماتی رو انجام دادید، نزدیک های فصل مسابقه و اینها، میتونید زمانی که آمادگیتون بالا هست این حرکت رو انجام بدید. یه بار دیگه من خواهش میکنم که حرکت انجام بشه. مرسی. با مکس نگهشان اونجا عالیه. عالی. مرسی. یه حرکت فوق العاده خوب. توجه داشته باشین زمانی که شما دارین حرکت رو انجام میدین و جواب ممنونم این حرکت رو انجام میدین و پرش دارین، یه انقباض آیزومتریک خوب باید در واقع اتفاق گفته موقعی گرفتنش و فیکس کردن. همین انقباض آیزومتریک که خیلی بهش توجه نمی کنن جزء انقباضهای خیلی خوبی هست که میتونه در واقع به قدرت عضلات کمک بکنه و استیفنس رو بالا ببره و به عملکرد ورزشکار حرفه‌ای ما رو سرعت کمک کنه. مرسی. یه نکته خوب که اشاره کردید به لول بندی این حرکاته، یعنی خب خیلی حالا مثلا مربی‌ها باید حواسشون باشه یا همینطور خود ورزشکارا که روزا که بدونن در چه سطحی از آمادگی هستن، در چه سطحی از تمرینات هستن و چه کدوم یکی از این تمرینات رو بهتره که انجام بدن. مرسی. حرکت بعد یک حرکت همسترینگ خیلی خوبه که ما از این حالت بریج میدیم و انقباض اکسنتریک خوب همسترینگ داریم. تکرار رو اول بکنیم بعد یعنی این هم باز میشه همون لول بندی هست آسان تر بسن رسترا پروگرشنش میشه، پیشرفتش میشه. خوبه؟ من میخوام برگشتش رو شما میخواره یک انقباض اکسنتری که خیلی خوب داریم برای عضلات همسترینگ، لگن بالاست و با کنترل در واقع عضلات همسترینگ پا باز میشه، حرکت دو پای خیلی خوبه. یه استراحت، این تکرارش میتونه بین 8 تا 12 تا تکرار باشه. یه مقدار در واقع جلوتر که رفتیم حرکتی که ما در نظر گرفتیم این نیست حرکت تکرار بدنیم که آقای تفتون هم تمرین داره، تمرین میکنه و اینکه قدرت عضلاتش واقعا بالا هست و از وقتی این کار بعد این حتی میتونیم این کار رو تکرار به صورت در واقع با وزن هم انجام بده. یه پا بالا میاد و یه پا به صورت مرسی، خیلی خوب کنترل میکنه در پایی که میزنی قرار داره و داره سور میخوره انقباض اکسنتریک داره انجام میشه و عضلات همسترینگ درگیری زیادی رو دارن. توجه داشته باشیم که انقباضات اکسنتریک جزء انقباضاتی هستن که کمک میکنن به افزایش عمل کرد و جلوگیری از آسیب همین حرکت. یکی از حرکت های خیلی خوبه که عضلات دو سر رانی یا بایسپس فموریس رو یه استراحت درگیر میکنه. بایسپس فموریس از اون در واقع ناحیه خارجی ران هست و اکثر کشیدگی های همسترینگ که در اسپرینت ها دونده های سرعت و کسی که حالا فوتبال بازی میکنن دوهای سرعت خیلی شدید انجام میدن موقع تمرینشون موقع بازی اتفاق میفته که ناحیه بالایی پروکسیمال
پاستونیس کشیده میشه و این حرکت رو کمک میکنه که طول فاشیا عضله زیاد میشه و کمک میکنه به کاهش آسیب. شاید خیلی مثلا آمدین شاید الان توی سوال توی ذهن خود منم اومد ولی خب بهتره که شما به عنوان کارشناس جوابشو بدید که چرا برای دوهای سرعت یا الان این تمرینی که آقای چراغی براتون ارائه کردن بیشتر میو ناحیه لگن و همسترینگ و در واقع توی این ناحیه ها شما حرکات انتخاب کردید. اینم اگه توضیح بدید که مثلا بیشتر خب دوی سرعت روی همین ناحیه فشار میاد و تمرکزش روی مرسی تقلیم رسیم میگه کنم ببینید در واقع حسن و راست مهمه کل تمرینی که در واقع ما داریم انجام میدیم اکسنسور یا بازکننده های لگن هست، لگن و پا لور بادی هست به دلیل اینکه توان در حرکت های سرعتی ما نیاز به این داریم که این حرکت ها با توان بالا انجام بشن و در واقع شما باید نیاز به اکسنسور و بازکننده های قوی و توانمند در واقع عضلات تحتانی و لگن دارید و برای تمام اشتراک نیاز به سرعت و نیاز به پدش دارن تقویت عضلات این ناحیه در واقع این نواحی که در واقع هست بسیار کمک کننده است. از طرفی هم تقویت همسترینگ برای تمام اشتراکی که پدش میخواد و سرعت نیاز دارن هم برای پیشگیری از آسیب هم برای افزایش عمل کرد توصیه میشه و دیده شده که اگر همسترینگای قوی داشته باشین شما در واقع سرعت خوب دارید و پرش‌های خوب میتونید انجام بدید. حرکت خوب دیگه که میخوان انجام بدیم برای تقویت عضلات در واقع فلکسورای ران هست. از فلکسورا غافل نشین چون فلکسور ران قوی کمک میکنه که شما نیودرایو خوب داشته باشید و در واقع فرکانس دویدن تون خوب بشه و میتونید گام‌های خوب بزنید. برای این حرکت ما از این کشای میتونید از این کشای در واقع مینی بند استفاده بکنید حالت شنا بتونید من از این داشت کنم بهتر پا بله کشو روی پنجه پا قرار بودیم حالت شنا خوبه حرکت به صورت داینامیک هست. سعی می‌کنیم زانوها رو به سینه نزدیک بکنیم. مرسی. دوندهای سرعت فلکسورهای خیلی قوی دارن. این کشش مشکلی تقریبا مقاومتش مناسب بد نیست ولی وقتی این موقع در واقع جلوتر رفتیم شما میتونید از کشهای قوی تر یا حتی از پاورباندها استفاده بکنید به دلیل اینکه در واقع قدرت عضلات دوندههای سرعت بالا هستش و این ممکنه که فشار مناسبی براشون نباشه. ما یک ست دیگر حرکت رو انجام میدیم. خوبه حالا من خواهش می‌کنم که پایی که میره بالا زانو در واقع نگه داره یه مکس در واقع دو تا سه ثانیه‌ای بعد برگشت به صورت در واقع با کنترل یه خورده ترکیب بکنیم روی انقباض اکسنتریکش اومدن یه خورده سریع‌تر مکس با کنترل در واقع حرکت رو برگشت دادن همین تعدیل ساده میتونه حرکت رو سنگین‌تر و سخت‌تر بکنه و فلکسورها رو درگیرشون رو بیشتر بکنه. مرسی. از در واقع حرکت های خوب دیگه که میخوام انجام بدیم حرکت شنای پرشی هست یه حرکت انفجاری برای بالاتنه که به چند صورت میتونه انجام بشه. میتونه به صورت در واقع دست‌زدن انجام بشه، میتونه به صورت در واقع همون حرکت اصلی کف زدن دوم رد میدانی به صورت در واقع انجام بشه که ما از حسن همون میخوام که برامون قلب مدل رو در واقع اجرا بکنن بین 6 تا 8 تکرار انفجاری میتونه کفایت بکنه. مرسی. عالی استراحت. توجه بکنید که خودتون میتونید در واقع فشار تمرین رو افزایش بدید با اینکه سرعت پایین رفتن و بالا رفتن رو هر چقدر که میتونید 100% با فشار بیشینه انجام بدید. ممکنه هیچ لودی نباشه، باری روی ورزشگاه نیست، علاوه بر وزن اینها
اما سرعت انجام یعنی هر چقدر تو ذهنتون باید این باشه که هر چقدر که میتونی سریعتر حرکت رو اجرا کنی و به صورت انفجاری تر همین کمک میکنه که در واقع توان انفجاری افزایش پیدا کنه. حالا مدل دوم که مدل کف زدنه، حتما باید بدن گرم باشه. مرسی. بسیار عالی. خیلی خوب. همطور که می‌بینید حرکت انفجاری بالاتنین رو جلوی خیلی خوب داشتیم ما که همین موهی کف زدنا و حتی موهی استاد در واقع پرها به دست به سمت جلو میتونه خیلی کمک بکنه. ما تقریبا حرکت همون اینجا تموم میشه و دوام حرکت دیگه اگه شما میخواییم. نه من فقط خواستم این نکته رو بگم که دوستان فکر نکنم ما فقط با این تمرین رو انجام دادیم صرفا به خاطر اینکه خب حالا بهتره بگم نمایشی باشه. نه واقعا این یه برنامه تمرینی بود که یه دونده سرعت میتونه توی یه جلسه انجام بده، حتی یه المپیان میتونه انجام بده و کاملا اون فشار تمرین رو داشت. اگه ستایی که آقا مهدی و تکراری که آقا مهدی گفتن انجام بدید و خستگی رو داره مطمئنن توی عملکردتون تاثیر میذاره و کاملا براتون مفیده. دیدید که توی 2 متر مربع تقریبا کار با یه سری وسایل خیلی ساده‌ای که در دسترس همه هست. ما تمریناتمون اینجا تمام میشه. مرسی از آقای که مرسی از نکات خوبی رو متذکر شدن. تمرین رو اینجوری شروع کردن با تمرینات کل بدن انفجاری بالاتنه و پایین‌تنه درگیر بود، بعد عضلات اطراف لگن، عضلات در واقع سرینی، عضلات همسترینگ و فلکسورها تقویت کردیم و تمام این حرکت ها خودشون حرکت هایی هستن که در واقع عضلات کور رو درگیر میکنن. به همین دلیل ما خیلی در واقع به عضلات در واقع تمرینات اختصاصی کور دیگه نمیپردازیم، به دلیل که زمان کافی در اختیار نداریم. خیلی باعث خوشحالی ما که در خدمت شما بودیم و تشکر می‌کنم از آقای تفتیان که وقتشون در اختیار قرار دادن. میدونم که الان توی تمرینات هستن و یه جلسه تمرینیشون به خاطر ما در واقع کنسل کردن که تونستن با ما باشن و کمک بکنن به این فرآیندی که ما داریم. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. شما اگه حرفی هست. منم تشکر می‌کنم از همتون که بیننده لایو ما بودین. خیلی مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید و مراقب عزیزانتون و اطرافیانتون باشید. از آقای چراغی هم یکی از بهترین مربیایی که من می‌شناسم و بازم میگم که واقعا افتخار شاگردیشون رو داشتم تشکر میکنم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. مرسی. خداحافظ.